سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. اگر یادتون باشه همون تایمی که آرتا وانتوس از ربکا جدا شده بود، یه سری تصویر و کلیپ از یه دختری منتشر میشد که حتی توی یکی از اون کلیپ ها داشت ویدیو کال میکرد با آرتا و من چند بار توی ویدیوهای خودم هم نشون دادم که از روی اون نتیجه میگرفتن که خب آرتا با این فرد جدید به ربکا خیانت کرده و با اون وارد رابطه شده در حال حاضر. و نکته‌ای که وجود داشت این بود که هیچ وقت هویت اون فرد مشخص نشد، فقط در حد یکی دو تا عکس و یک کلیپ بود که مشخص هم نبود ساختگی نیست، اصلا آرتا تو زندگیش همچین کسی رو دیده ندیده، هیچ کدوم از اینا مشخص نشده بود و هنوزم به نظر من مشخص نشده. اون تایم گفته میشد که یه حساب تیک تاکی داره اون دختر که بعد از این حالا جنجالی هم که سر رابطش با آرتا ایجاد شده بود اون حسابو بسته، بنابراین حتی یه حساب توی فضای مجازی هم از اون فرد وجود نداشت که حالا بتونم به همه برن چک بکنم و متوجه بشن که این موضوع حقیقت داره یا نه. از طرف دیگه اگه یادتون باشه من یه ویدیو درست کردم برای آلبوم سونامی آرتا و تیکه‌هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ربکا اومده بود و رفرنس‌هایی که در واقع به رابطه‌های قبلیش زده بود رو بررسی کردم. حالا یه چیز خیلی عجیبی اتفاق افتاده و اون اینه که ربکا توی ویدیو جدیدش اومده و راجع به یکی دو تا از اون رفرنس‌ها کاملا مستقیم صحبت کرده که اثبات می‌کنه آرتا واقعا داشته اونا رو خطاب به ربکا می‌گفته. این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید چون این دو تا سوژه رو کامل بررسی می‌کنیم، یعنی هویت دوست دختر جدید آرتا رو بررسی می‌کنیم و اثبات می‌کنیم که آرتا با همین فرد توی رابطه است و همچنین به اون قسمت از ویدیوی ربکا که داره در رابطه با رفرنس‌هایی که آرتا توی آلبوم سونامی داده صحبت می‌کنه ریاکشن می‌گیریم. اگر هنوز کانال رو هم سابسکرایب نکردید لطفاً این کارو بکنید و زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدی که میاد باخبر بشید. ولی میرسی این خیلی چیز فریکی که مثلا یکی همیشه دنبالت باشه چکت کنه فلانت کنه، خیلی چیز استرسی یا حالا میدین ترسناک ترش چیه؟ اینی که مثلا به هم زده باشی با یارو ولی یارو هنوز مثلا بیاد چکل کنه کجا میری؟ من یه هرچه آدم میرم داشت تو با هرچی دیونه میبینی؟ من همام رفتی دیونه خونه اولیه بدید خب دوما میبینید آدم ها نمیرن کلن بعد به هم زدن با من مونده گارم آره من موندم با میمونم تا ترش چی کار میکنی نمیبینید 54% گفتم پلیس. ربکا دو تا چیز رو در رابطه با دوست پسرای قبلیش، خیلی جالبه که اصلا این ویدیوام راجع به همچین موضوعی نبود، یعنی مشخصه که یه جورایی دغدغه ذهنیشه، چون به هر حال یه جمله معروفی داره فروید میگه که هر اشتباهی یا هر جمله‌ای که گفته میشه از سمت یه نفر یه دلیلی داشته و یه بدله یه بک‌گراند ذهنی اتفاق افتاده، یعنی هیچ چیز رندومی توی ذهن وجود نداره. و به نظرم اینکه این سوالی که هیچ ربطی به دوست پسرای ربکا نداشت و ربکا اومد یه دفعه اینجوری مربوطش کرد به دوست پسراش، خب قطعاً یه دلیلی داشته. و دوتا چیزی که گفت اینه که یکی از حالا دوست پسراش اینجوری بوده که خیلی بهش گیر میداده سر حالا هر چیز جزئی، و یه مورد دیگه هم که گفت اینه که حتی بعد از کات کردن با یکی از دوست پسراش اون همش چکش میکرده و زیر نظرش داشته و یه جورایی نمیرفته. حالا حتی این دوتا دوست پسری که رفرنس داد ربکا به نظر من میتونه مربوط به یه نفرم باشه، چون به نظر من جدی ترین دوست پسر و طولانی ترین دوست پسری که ربکا داشته خب آرتا بوده دیگه. معمولاً تو این واقع چیزای قبلی که حالا از رابطه های قبلی بوده فراموش میشه دیگه، چون رابطه های جدی نبوده. قطعا یکی از جدی ترین یا حتی جدی ترین رابطهش با آرتا بوده و چیزایی که رفرنس هایی که میده بیشترینش مربوط به هم رابطه است. بریم یک دو تا قسمت از آهنگای آرتا رو که دقیقاً همین حرفا رو خودش زده و دلیلش هم توی آهنگ گفته رو با هم دیگه بهش ریاکشن بدیم. میخوام امشب بریم یه جا مست، چی مگه یه روزی دوباره بگار این رابطه به اگه دیدی بیداری الکی حالت بد بود بگی منو بیا این طرفی منو بیا این طرفی آره آرتا بهت میداد فقط گیر چون این آدم ها شدن زیاده وزی تنها بیا یه روزم باش کنار من سبا قبل خواب منو تختم میبینم چی گذاشتی تو اینستا. همونطور که کاملا واضح بود این دوتا قسمت، یعنی
این دوتا آهنگ آرتا و حرفایی که تو ورسش میزنه و اون حرفایی که ربکا توی ویدیو اخیرش با کوسر گفته کاملا به هم دیگه مربوط. در رابطه با دوست دختر جدید آرتا که همونطور که اول ویدیو هم گفتم خیلی سر شایعه درست شده بود اون اوایل جداییشون، یک کلیپی بود که من قبلا هم نشون دادم، یه حالت ویدیو کالی بود که آرتا داشت با اون دختر انجام میداد و من خودم به شخص اونو باور نکرده بودم هیچ وقت، چون هم یکم وایب ساختگی داشت، به نظر می اومد که حالا یه کلیپ دیگه ای بوده، آرتا رو بردن و انداختن روش یا یه همچین حالتی. خلاصه من هیچ وقت باور نکرده بودمش. اما بریم اونو برای کسایی که احیانا ممکنه ندیدن یه بار ببینیم با هم دیگه. خب همونطور که الان دارید توی تصویر میبینید، من صفحه اینستاگرام دوست دختر جدید آرتا که توی اون کلیپ هم بود رو الان باز کردم تا اینکه خب این حساب رو فکر کنم خیلی ندیده باشن، که همونطور که میبینید اولین بالاشه که ببینید توسط آرتا فالو میشه. خیلی جالبه که هیچ کدوم از اعضای اکیپ وانتونز دیگه فالوش نمی کنن. نکته که وجود داره اینه که اصلا حتی اگه این حالا ببینید خودتون حساب این فرد و عکس و کپشنشو، هیچ کلمه فارسی توسط خودش توش وجود نداره یا هیچ حرفی که حالا به زبان فارسی زده بشه توش وجود نداره و حتی قابل تشخیص نیست که آیا این آدم فارسی زبون هست یا نه. تمام عکسای این فرد رو آرتا فلای کرده، حالا حسابش رو که کامل فالو کرده، اما تمام عکساش هم خودتون میتونید چک بکنید که آرتا مثلا این عکسو لایک کرده، عکسای دیگه‌اش مثلا اینو میتونید ببینید آرتا لایک کرده. از یه تایمی به بعدم که تقریبا میشه هول و هوش همون دورانی که جدا شده بود از ربکا عکس رو لایک کرده، یعنی مشخص از اون به بعد حالا یا تقریبا حالا یه مقدار قبل ترش این فرد رو فالو کرده و بعد شروع به لایک کردن تمام عکساش هم کرده. خیلی جالبه که با وجودی که حالا این فرد آدم شناخته شده ای نیست به اون معنی و بعد از اینکه با آرتا وارد رابطه شد بیشتر خوب شناخته شد توی کامنتی فارسی، الان خیلی از کامنت های پست های آخرش رو بهش چک بکنید می‌بینید که فارسیه، این آدمایی که کامنت گذاشتن براش فارسیه، در حالی که پست قبلیش اکثرا انگلیسی بودن. خیلیای دیگه هم انگار روش کراش دارن، مثلا حالا این پستشو میتونید چک بکنید ببینید پویا مختاری هم اومده لایک کرده. و یه چیز خیلی عجیب و غریب من دیدم که واقعا به معنی واقعی کلمه تعجب کرد، اون این بود که یکی از پستای دوست دختر آرتا رو علیرضا عصار لایک کرده بود که منظرم خیلی چیز عجیبیه. یعنی علیرضا عصار خب فکر میکنم همه بدونن دیگه، یکی از خفن‌ترین و نوستالژی‌ترین خواننده های پاپ ایرانی بود، اون سبک و سیاق خیلی عرفانی و عجیب غریبی که داشت و انقدر حتی سنش بالایه که فکر میکنم فضای مجازی و درست خیلی حالا بشناسه، فعال نیست آنچنان توی اینستاگرام. اخیراً هم این اخیراً که میگم مثلا 2-3 ساله که حتی حساب اینستاگرام ایجاد کرده و یکی از عکسای این فرد رو لایک کرده که نشون میده، یعنی هم بیشتر اثبات میکنه که حتما ایرانیه، یعنی یه رگه ایرانی داره، و همین که نشون میده که انگار خیلی از خواننده ها و رپرها و اینفلوئنسرهای مختلف، چه قدیم چه جدید چه جوان چه پیر، یه جوری روش کراش زدن دیگه. فکت عجیب و غریب دیگه ای که وجود داره در رابطه با دوست دختر جدید آرتا که گفته میشد که اسمش هانیه است، البته من مطمئن نیستم، اینه که یکی از حالا کار نقاشی هم میکنه، یه سبک و سیاق خاصی هم هست، من دقیقا نمیدونم سبک نقاشیش اسمش چیه، اما یکی از نقاشی هم که کشیده بود رو کندال جنر اومده براش کامنت گذاشته که نشون میده حتی کاراش در سطح بین‌المللی هم دیده میشن و برای خود من خیلی موضوع عجیب بود. یه پست دیگه‌ش هم حتی بلا حدید اومده بود کامنت براش گذاشته بود، که این اتفاق خیلی خیلی کم میفته، مخصوصا برای کسی که حالا آنچنان فالوور زیادی هم نداره، یعنی فالوور زیاد هم داشته فرقی نمیکنه که بلا حدید و کندال جنر اینا، اصلا این چیزها براشون مهم نیست، یعنی واقعا باید یه کاری خوششون بیاد منطقا که بخوان زحمت اینو به خودشون بدن که کامنت بذارن. این دوتا پستشو حتی برای یکیش کندال جنر و برای این یکی بلا حدید اومده بودن کامنت گذاشته بودن، که خیلی فکت عجیب و غریبیه، یعنی نشون میده که آرتا واقعا با کسی حالا وارد رابطه شده که یه حالت نکست لولی داره دیگه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما نظرتون رو توی کامنت ها به هم بگین در رابطه با حالا این فرد جدیدی که آرتا باهاش وارد رابطه شده. به نظر میاد که هنوز اکیپ وانتوز نپذیرفته این فردو. حالا من خودم قبلا هم یه ویدیو درست کرده بودم که به نظر من آرتا و مثلا رها خیلی رابطه اوکی ندارن با هم دیگه در حال حاضر، هرچند که حالا شاید خیلی موافق نباشم و بگن نه مثلا با هم دیگه هستن و کنسرت و اینا میذارن، اما به نظر من با توجه به اینم که رها مثلا توی آلبوم آرتا نبود، نشون میده که
حالا سر قضایای مختلف که یکی از اونها احتمالاً جدایی آرتا از ریبکا بوده، یه حالت دراماتوری بین گروه شکل گرفته. یکی از نشونه‌هاش هم اینه که دوست دختر جدید آرتا رو هیچکس فالو نکرده، حتی کوروش هم فالوش نکرده، یا مثلا حالا هلیا و از اون سمت رها هم این کارو نکردن، که فکر می‌کنم منطقی هم باشه، چون لول حالا این دوست دختر جدید آرتا به نظر میاد که یه حالت نکسیه، یعنی اصلا برای کامیونیتی فارسی کانتنت درست نمی‌کنه. همه پستاش، عکساش، کپشناش انگلیسین و همونطور که دیدید خب بلا حدید و کندال جنر هم حتی اومده بودن کامنت براش گذاشته بودن، اما به نظر من یه رگه ایرانی داره، یعنی اینجوری نیست که کامل خارجی باشه، هرچند که اون احتمال هم وجود داره. و اگه ویدیو رو هم دوست داشتید حتما لایکش بکنید.